سلام، وقت همه شما از آن بخیر. به آرمان شهر این هفته خوش آمدین. موضوع بحث ما در این هفته بحث حقوق بشر است، البته با تأکید بر حق تعلیم و حق تحصیل. چنانچه اشراف دارین، ماده 17 و 43 قانون اساسی افغانستان حق تعلیم و همچنین حق تحصیل را حق اساسی برای هر شهروند افغانستان، هم از این که دختر باشد و یا پسر، این حق را شناسایی کرده و همچنین تأکید میکند که دولت و حاکمیت موجود مکلفیت دارد تا اینکه زمینه سازی و بستر سازی بکنه برای اینکه شهروندان افغانستان از این حق، یعنی حق تعلیم و تحصیل، برخوردار شود. و همچنین ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تأکید میکند که هر کس بالاخره حق دارد که از تعلیم و از تحصیل و تربیت برخوردار شود. و ماده 9 حقوق بشر اسلامی نیز، چنان شما در جریان هستید، کسب علم و دانش و آگاهی را یک فریضه میداند و تأکید میکند که باید همه انسان ها آموزش داده شود. و در دین اسلام هم که چنانچه اشراف دارین، در قالب آیات و در قالب روایات مختلف به شکل فراوان بر تعلیم و تربیت تأکید شده است. و با در نظر داشت همین نکات بسیار مهم و اساسی که بر بحث تعلیم و تربیت تأکید کرده، باز هم متاسفانه ما امروزه میبینیم که نه تنها بسترسازی لازم و مطلوب برای برخورداری از حق تعلیم و تربیت و از حق تحصیل فراهم نشده و نمیشه در بعضی از جغرافیای سیاسی، از جمله این حوزه جغرافیایی که ما زندگی میکنیم، بلکه برعکس هنوز هم چالش‌های جدی فرارویشان ایجاد شده. و خب برای بحث بیشتر پیرامون همین موضوع در خدمت مهمانان گرامی و ارجمند، جناب استاد رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه و آگاه روابط بین الملل، و همچنین خانم وهلا محمودی و خانم اسما صبری، آگاهان علوم سیاسی، قرار داریم که به ترتیب هر کدام از این مهمانان ما در پنل اول و دوم حضور خواهند داشت و ما در خدمتشان خواهد بودیم. مهمانان گرامی، خوش آمدین برنامه. به باور شما حقوق بشر چیست و پیرامون تعریف، مفهوم و ماهیت حقوق بشر به عنوان ورود به بحث و به عنوان یک پیشینه و مقدمه خدمت شما است. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و مهمان عزیز برنامه و همکار عزیز ما و بینندگان محترم برنامه. بحث بسیار خوبی، بحث حقوق بشر و تأثیرات آن بر مسائل تحصیلی دختران، مخصوصا در جامعه امروزی افغانستان. سه تا مطلب را باید عرض کنیم: یکی که حقوق بشر چی و در واقع چی تعریفی را داره، و بعد حقوق بشر از زاویه دید چی کسانی و چی مکاتب یا چی رشته های مورد بحث قرار گرفته، و در کل دیدگاه ها و نظریه هایی که در مورد حقوق بشر وجود دارد چی. در بحث اول گفته که حقوق بشر در واقع یک مفهوم اصطلاحیش، اگر بالاخره بخوایم مفهوم لغویش رو تعریف کنیم، یعنی حقوقی که برای بشر هست، به اصطلاح تعریفی تحت لفظی. اما به صورت اصطلاحی مجموعی از حقوق و امتیازاتی که برای یک انسان از آن جهت که انسان است داده میشه، فارغ از مسئله قومیت، جنسیت، مذهب، نژاد و شرایط جغرافیایی و مکانی، که این حقوق و امتیازاتی که برای افراد و انسان از آن جهت که انسان است داده میشه، جنبه جهان شمولی داره، جنبه طبیعی و ذاتی داره و پیشا اجتماعیه، یعنی بدون ای که مسئله قرارداد اجتماعی در میان باشه و مسئله حقوق شهروندی در میان باشه، این حقوق به اعتبار ای که انسان انسان است و به اعتبار ای که انسان است، حق یک انسانه، حق یک بشره، فارغ از مسائل سیاست و حکومت و هر نوع قرارداد اجتماعی. پس بنابراین مجموعه از حقوق و امتیازات و برخورداری هایی که برای انسان از آن جهت که انسان است داده میشه و این جنبه جهان شمولی داره، غیر قابل تعویض و معاوضه،
و غیر قابل واگذاریه و در واقع مستلزم ویژگی های فطری و ذاتی و طبیعی یک انسان است. این بحث تعریفی که از حقوق بشر وجود دارد. بحث دوم اینه که حقوق بشر در کدام رشته ها بیشتر مورد بحث قرار گرفته. به صورت ظاهر برداشت اینه که حقوق بشر صرفا یک موضوع حقوقیه و اونم در عرصه حقوق بین الملل، اما این همه بحث نیست. یعنی این هست ولی همهش نیست، به این معنا که حقوق بشر ابتدا بحثش بیشتر با رویکرد سیاسی و مخصوصا با فلسفه هابز مطرح شده که بحث قرارداد اجتماعی جامعه ما قبل به اصطلاح قرارداد و بعد از قرارداد را مطرح میکنه و بحث حقوق طبیعی و حقوق افراد در اونجا بیشتر ریشه داره. و اولین کسانی که بیشتر هم در این مسئله بحث میکنه کسایی که رویکرد فلسفی و سیاسی داره، مثلا آقای کانت، آقای هابز و دیگران. ولی بعداً این مسئله در واقع در بحث‌های رشته حقوق بین الملل و مسائل حقوقی هم کشیده میشه. پس یکی از کسایی که یا یک از رشته‌هایی که در مورد حقوق بشر گپ میزنه رشته علوم سیاسی و مخصوصاً بحث روابط بین الملل، و کسان دیگه‌ای که در این زمینه گپ زده بحث حقوق بین الملل و رشته حقوق، و گروه دوم و نهله دومی که در این زمینه بحث کرده بحث فیلسوف‌ها و فیلسوفان است که در واقع آمده بحث حقوق بشر را با یک مسئله اجتماعی پیوند زده. مثلا اگر ما پذیرفتیم که برای خانم‌ها حق تحصیل وجود داره، حق آزادی بیان وجود داره یا حق مشارکت سیاسی وجود داره، در این صورت آیا بین این حق و مکلفیت دولت رابطه وجود داره یا نداره؟ به این معنی که دولت موظف از زمینه مشارکت و تحصیل و آزادی بیان را فراهم کنه یا نه، صرفاً به یک به عنوان یک حق آزادی سلبی در واقع ما میاییم برای خانم ها یک سری حقوق قائل میشیم بدون اینکه زمینه حضور زنان را در تحصیل، زمینه حضور زنان را در مشارکت سیاسی و زمینه حضور زنان را در جامعه مدنی و سایر نهادها فراهم کنیم. پس با توجه به این بحث اینه که حقوق بشر یک موضوعی است که همزمان هم در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل، هم در رشته حقوق و حقوق بین الملل، و هم در رشته فلسفه و مسائل عقلی موردی بحث قرار گرفته. اینی یک بحث. بحث سوم اینه که چه نگاه‌هایی نسبت به حقوق بشر وجود داره؟ آیا حقوق بشر ما میتونیم قبول کنیم یا نمیتونیم؟ دیدگاهی مثبت و منفی وجود داره. برخی قائلند که بالاخره حقوق بشر قبول نیست، یعنی ما نمیتونیم چیزی را به نام حقوق بشر بپذیریم که یک امر ماورایی باشه، یک امر فراطبیعی باشه و یک امر ماقبل قرارداد باشه و یک امر بیرون از جامعه باشه، و بعد این چیزی که بیرون از جامعه هست بیای جامعه را، قوانین جامعه را و به اصطلاح محدودیت‌های در جامعه وضع کنه که مردم به واسطه او دچار یک تکلیف دیگه ای شوه. این از این خاطر برخی گفتند که اصلا ما حقوق بشر و حقوق فردی چیزی را برای این عنوان نمیشناسیم و نداریم. آنچه را که امروز به نام حقوق بشر میشناسیم در واقع مجموعه ای از قرارداد است که جامعه با همدیگر گذاشتن و در واقع اون بحث حقوق شهروندیه. پس چیزی جدا از این که حقوق طبیعی باشه نداریم. اینی مجموعه از بحثایی که با عنوان یک پیش‌درآمد راجع به این مسئله از ممنون. بله، خانم محمودی، با در نظر داشتی صحبت‌های مفصلی که به عنوان درآمد اشاره شد، مهم بحث حق تعلیم و تحصیل است. حق تعلیم و تحصیلی که به عنوان یک حق اساسی از جمله حقوق بشری بشریت و انسان‌ها به رسمیت شناخته شده است. حالا به باور شما همین حق تعلیم و تحصیل در حقوق بشر و همچنین در قوانین و مقررات افغانستان از چه جایگاه برخوردار است و اینکه امروزه دقیقاً در چه وضعیت قرار داده، یعنی واقعاً همین حقی که به رسمیت شناخته شده آیا واقعاً ما ازش برخوردار هستیم، آیا مثلا دختران و پسران شهروند افغانستان مستفید میشه از این حقشان یا خیر؟ سلام خدمت شما استاد محترم، مهمان عزیز و بیننده‌های گرامی. خب، در بحث حقوق بشری در سال 1383 اولین یعنی قانون اساسی مدرن تأسیس شد که در رو در مورد حقوق بشری تمام افراد و اقشار جامعه اسلامی افغانستان ذکر شد و در خصوص در مورد حقوق زنان مزایا و مسئولیت های نیز بیان شد که هر زن حق تحصیل، حق کار، حق آزادی بیان
و حق مالکیت فردی را دارد. و اما در زمان فعلی که ما حضور داریم، بیشتر بحث حقوق بشری و زنان یعنی اجرا نمیشه و بیشتر حقوق آنها پایمال شده، از جمله حقوق تحصیل که از جمله اولیه ترین و ابتدایی ترین حقوق می باشد که باید زنان و تمام اقشار جامعه، چی مرد باشه و چی زن، از او باید به دست بیارد. خب جناب استاد، با در نظر داشتی همه مسائل مهم حقوق بشری که از یک طرف وجود داره و این که در قوانین و مقررات افغانستان تأکید شده بر این حق، و از طرف دیگر ما بحث بالاخره چالش ها و یک تعداد ممنوعیت هایی که در این زمینه شاهد هستیم، خب با در نظر داشتی به این دو رویکرد یا این دو نکته مهم، وضعیت حق تعلیم و تحصیل را چگونه میتونیم ما تحلیل و بررسی بکنیم در این جغرافیا؟ ببینید، ما بحثمون اینه که از یک طرف بحث حقوق بشر فرصتها و ظرفیتهایی را برای انسان از آن جهت که انسانه در نظر میگیره و مخصوصا برای دختران و کودکان و اقلیتهای قومی و مذهبی، و از طرف دیگر در جامعه قرار داریم که بخشی از این حقوق در واقع دچار سکتگی شده و به یک نحوی خب بر اساس شاید برخی از مصلحت ها یا هر تصمیمی که وجود داره فعلا وقفه ای درش صورت گرفته. حالا در این میان حق تحصیل ما چی میشه و حق تحصیل دختران و پسرانی که در این جامعه زندگی میکنه و در واقع حق حیات داره، حق زندگی داره، حق تملک داره و حق مشارکت سیاسی داره، اینا چی میشه؟ ببینید، ما میتونیم این بحث را فارغ از مسئله حقوق بشر به مسائل اسلامی و دینی برگردانیم. یعنی اگر فرض کن ما مثلا برسیم به جایی که حقوق بشر را نپذیریم مطابق برخی از دیدگاه های فیلسوفانی که در غرب وجود داره و چیزی را به نام حقوق بشر به صورت یک به اصطلاح نهاد مستقل نمیپذیره و قبول نداره، بلکه آن را مربوطی به قرارداد اجتماعی میدانه، یعنی مربوطی به امور اجتماعی یک کشور میدانه که برای مردم خود قائل است، نه اینکه به اصطلاح حقوق بشر یک امر طبیعی و یک امر ذاتی و ماورایی بیرون از جامعه باشه. حالا در این صورت ما برمیگردیم به ارزش‌ها و هنجارهایی که در جامعه خود ما وجود داره. ما الحمدلله مسلمان هستیم. نگاه اسلامی نسبت به مسائل زنان و دختران و مردان و اقلیت‌های قومی و مذهبی شاید به نظر میرسه که خیلی بهتر از نگاه حقوق بشری نسبت به این مسائل باشه. اسلام گفته که بحث تعلیم و تربیه از گهواره تا گور باید انجام شود. حل یستوی الذین یعلمون و بین کسی که میدانه و کسی که نمیدانه آیا مساوی تساوی وجود داره؟ قطعا وجود نداره. سوال انکاریه. و از طرف دیگه گفته که طلب علم فریضه است بر هر مرد مسلمان و زن مسلمان. خب اگر شما مثلا تعمیم بدید و در واقع به عنوان یک مسئله بولد کنید در برابر دنیای غرب و خارج، خودش یک نوع حقوق بشره که اسلام سالها قبل این مسئله را پذیرفته. حالا ما فارغ از مسئله حقوق بشر میاییم امیر در مسئله داخلی افغانستان بررسی میکنیم، در مسئله حقوق مثلا داخلی افغانستان و حقوق دینی بررسی میکنیم، اسلام برای دختران و زنان و برای جامعه و همه اقوام و اقشار در جامعه حق حیات داده، حق تحصیل داده، حق تملک داده. و از طرف دیگه وظیفه دولت هم بر مبنای ایده غرب و ایده اسلامی اینه که باید امنیت را، عدالت را، آزادی را، رفاه را و نظم را برای مردم فراهم کنه. بخش از این مسائل مثلا تامین آزادی در این بحث حقوق بشر برمیگرده، یعنی که دخترها و زنان در جامعه حق به اصطلاح مشارکت سیاسی داشته باشه، حق حضور در نهادهای اجتماعی را داشته باشه، حق حضور در نهادهای تحصیلی را داشته باشه. پس بنابر این حقوق بشر به یک نحوی در محتویات دینی وجود داره. اینال این مسئله حقوق بشر و نگاه دینی نسبت به مسئله دختران و زنان در جامعه افغانستان بالاخره بر مبنای بسیاری از باورها، معتقدات و بدیهیات در داخل افغانستان ثابته و ما باید در نظر بگیریم. اما ای که جامعه ما در واقع در شرایط فعلی آمده با برخی از این مسائل موضع گرفته یا به هر دلیل فعلا یک وقفه و سکتگی در آن ایجاد کرده، انتظار ما و همچنین شاید انتظار دخترها و خانمها و قطعاً این است که باید این زمینه فراهم شود، این حق تحصیل باید بر دختران داده شود. چرا؟ به خاطری که اگر ما یک جامعه دینی بخواهیم، یک جامعه ایدئال بخواهیم و دین را و افغانستان را به عنوان یک جامعه دینی، به عنوان یک نهاد برتر و جامعه برتر
در میان کشورهای دیگر تعریف کنیم و توصیف کنیم و نشان بدیم. یکیش اینه که دختران ما و زنان ما تحصیل کرده باشه. یک دختری با تحصیل، یک خانمی با تحصیل در تربیت اولاد خود موفقه، در امور اداری و خانوادگی خود موفقه، در شوهرداری خود موفقه. و در زیم زنان نصف از جامعه و نصف پیکر جامعه. اگر نصف جامعه بیسواد باشه، او زمان نصف دیگر جامعه با توجه به افغانستان، خب بالاخره هیچگاه نمیتونه یک جامعه ایدئال، مطلوب و آرمانی باشه که ما در آرمان شهرم بدون بالش هستیم. خب اگر ما میخواییم یک جامعه آرمان شهری داشته باشیم، همه مردم باید باسواد باشه. و این فارغ از مسئله حقوق بشر، فارغ از مسئله فشارهای غربی، فارغ از هر مسئله دیگر، لااقل اگر دینی هم بررسی کنیم، این حق جوانان ما هست، حق دختران ما هست و حق همه کسانی است که خود را در واقع شهروند افغانستان میدانند. و دولت افغانستان به عنوان یک دولت دینی موظف است که امنیت و عدالت و آزادی و رفاه را برای مردم خود تضمین کنه. و تضمین این در واقع اهداف، یکیش اینه که مثلا مردم حق تحصیل و حق مشارکت و حق تملک و در واقع حضور همگانی در جامعه داشته باشه. بله، ممنون. خانم محمودی، شما چی فکر میکنید با در نظر داشت این همه تأکیداتی که بر اهمیت و ارزش تعلیم و تحصیل و تربیت در اسلام صورت گرفته و همچنین در قوانین نافذه کشور ما صورت گرفته و در اسناد ملی و بین المللی، باز هم متاسفانه میبینیم با سکتگی های مواجه هست و با چالش های مواجه هست. در این زمینه نقد و نظر شما و پیشنهادات شما چیه؟ یعنی آیا وضعیت جاری مطلوب است یا خیر؟ اگر نیست، چی طرح و پیشنهادی دارین شما برای حاکمان موجود که بالاخره یک تغییرات متناسب با در واقع شهروندان افغانستان، دختران و پسران این جغرافیا ایجاد بکنه؟ خب زنان افغان در این چند دهه اخیر خیلی تحت تاثیر فشارها قرار گرفتن و تحت فشار دولت ها بودن و این باعث از این میشه که زنان از لحاظ روحی و فکری رشد نداشته باشند و بیشتر مشکلات در خانه، در اجتماع برایشان پیش بیاید. و زنان در صورتی که باید حق تحصیل هم داشته باشند، باید برایشان فرصت‌های ایجاد شود تا اونا کار کنند و از حق فردی که هر شهروند از او مستفید است استفاده کنند. ما شاهد از این هستیم که در بسیاری از کشورهای مسلمان جهان، از جمله کشورهای امارات عربی، تونس، اندونزیا، کشورهایی هستند که حق قابلیت تحصیل را برای دختران و زنان گذاشتند و میخواهند که زنانشان پیشرفت نمایند. و ما میبینیم که از لحاظ اقتصادی کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته، زنان با مشارکتشان یعنی بهره‌وری اقتصادی را بیشتر ساختن و این باعث از این میشه که زنان در اقشار احساس کمبودی و احساس کمبودن نکنند و بتانند که از در هر بخش از اجتماع باشند، کارکرد خود را ارائه دهند و اجتماع را شکوفا بسازند. یعنی دقیقاً منظور شما این است که اگر ما بخوایم در این جغرافیای سیاسی یا در هر دولتی به توسعه سیاسی یا به توسعه اقتصادی برسیم، لزوماً اول ما باید یک توجه جدی یا یک نگاه نسبت به توسعه فرهنگی داشته باشیم، به ویژه در حوزه نصف مهمی از پیکر جامعه که زنان هست و باید از خیلی از کشورهای دیگه هم الگو بگیریم تا اینکه برای زنان فرصت تعلیم و تحصیل داده بشه. بله، همینطور است. و اگر به زنان افغان اجازه زیاد داده شود تا در کارهای اجتماعی سهیم باشند، ای باعث از این میشه که فرهنگ سازی شود و یک الگوی خوبی از افغانستان امروزی در اذهان مردم و جهان به وجود بیاید. چون فعلا مردم افغانستان در شرایط بد و یعنی شناخته شدن در جهان برایشان مشکل است، چون هیچ رشد و پیشرفت نداشتن و از جمله این محدودیت هایی که برای زنان و بخصوص در اقشار که یعنی فقر و بیکاری و محدودیت هایی که ایجاد شده، باعث شده افغانستان به شکلی بر مردم جهان ارائه شود که شکل تاریک و نامفهومی باشد. اما اگر این فرصت ها برای زنان و مردان داده شود، می توانند که از این فرصت ها استفاده کنند و افغانستان را به شکل بهتری برای جهان ارائه دهند. انشاءالله. بله، بنده های گرامی، در این قسمت وقفه کوتاه داریم، بازم زود برمی کردیم. بله، باز هم خوش آمدین به ادامه برنامه.
از ضمن خوش آمدگویی مجدد به خانم صبری، بسیار خوش آمدید برنامه. ادامه بحث قبلی را دنبال میکنیم. جناب استاد، چند تا بحث هست در مورد همین بحث حقوق بشری که ما در پنل اول داشتیم. یک بحث حق تعلیم و تحصیل است که هم از دختران و پسران برایشان در نظر گرفته شده. یک بحث هم بحث مباحث حقوق بشری هست. یک مسئله هم بحث برسمیت شناخته شدن یا برسمیت نشناخته شدن امارت اسلامی از طرف جامعه جهانی هست. چی فکر میکنید؟ آیا کدام نسبت بین این موضوعات و این مباحث وجود داره؟ میتونه با هم دیگر کمک بکنه یا در واقع مانع ایجاد بشه یا خیر؟ بله، حتما این نسبت و رابطه وجود داره. اول اگر از منظر حقوق بین الملل بحث کنیم، شرایطی بر رسمیت شناخته شدن یک دولت جدید یا یک رژیم جدید، سه تا شرط اساسی درش وجود داره. یکیش اینه که طرفین وجود داشته باشه، وجود فیزیکی، وجود خارجی، یعنی یک دولت جدید با وجود آمده باشه و دولت های دیگری باشه که آن را بر رسمیت بشناسه. در این شرط وضعیت فعلی افغانستان موافقه، یعنی امارت اسلامی تمام جغرافیای افغانستان را، جمعیت افغانستان را در واقع برش حکومت میکنه و حاکمیت داره، ولو ممکنه از دید مردم مورد پذیرش نباشه، ولی بالاخره آنچه که در حقوق بین الملل آمده اینه که یک کشور یا یک دولت در واقع تمام جغرافیا را و مردم را در اختیار داشته باشه و در اونجا حق مثلا قدرت و قدرت ثابته داشته باشه، دوامدار داشته باشه. از این جهت در واقع طالبان شرایطی بر رسمیت شناخته شدن را داره. شرط دوم اینه که طرفین بحث موافقت کنن بر سر یک همدیگر را به رسمیت بشناسن. اینال در این زمینه در واقع هنوز این توافق با وجود نیامده. کشورهای خارجی با دولت امارت اسلامی توافق نکردن که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه. بعد از این شرط سوم وجود داره که در مرحله عمل و اقدام دولت هایی که دولت جدید را به رسمیت میشناسه بر اساس حقوق بین الملل به صورت رسمی اعلام کنه در سیاست اعلامی خود که بعد از این کشوری مثلا یا دولت فلانی به عنوان دولت رسمی در نزد ما خواهد بود و پیامدش که داره اینه که تمام مال و اموال دارایی هایی که در خارج داره و بحث نمایندگی ها واگذار میشه به دولت جدید. اینی دو مسئله هنوز در مورد حکومت طالبان شکل نگرفته. اما سوال که پیش میاد اینه که چرا طالبان در واقع این دو زمینه را به اصطلاح نتانسته به دست بیاره یا این دو شرط را؟ دلیلش اینه که در بحث سیاسی که طالبان با آمریکا داشته و توافقنامه ای که در دوحه انجام شد، جامعه جهانی و مخصوصا آمریکا چهار شرط بسیار مهم را پیش پای حکومت جدید و طالبان گذاشته. یکیش اینه که از خاک افغانستان به عنوان یک مرکز و یک کشور علیه منافع کشورهای دوست و مخصوصا آمریکا تهدید صورت نگیره. رابطه ای که بین طالبان و القاعده احیانا وجود داشته بعد از این باید قطع شود. این رابطه نباید وجود داشته باشه. و سومی که دولت امارت اسلامی بعد از اینکه به وجود میآید در واقع حکومت فراگیر به وجود بیاره، از همه اقوام، قبایل و طیف‌های مختلف و مخصوصا در واقع حضور زنها در او باید محرز و محسوس باشه. و شرط چهارم اینه که دولت جدید باید مسئله حقوق بشر را در آینده خود و در سیاست خود آن را رعایت کنه. سه تا شرط اخیر هنوز طالبان به دست نیاورده. یعنی طالبان گرچه از خاک افغانستان نگذاشته علیه منافع آمریکا و کشورهای دوست آمریکا حمله صورت بگیره، اما بالاخره در این که حکومت فراگیر به وجود بیاره، در این که واقعا رابطش با نهادهای مثلا تهدید کننده و افراطی قطع شده باشه و در این که حقوق بشر را رعایت کرده باشه، هنوز کشورهای آمریکا و کشورهای خارجی بر روی این مسائل اصرار داره. این مسئله سبب شده که طالبان به رسمیت شناخته نشوه. از این طرف طالبان هم در واقع به عنوان یک اهرم فشار در برابر کشورهای خارجی مسئله زنان و حقوق بشر را به گروگان گرفته. به این معنی که سعی میکنه از این طریق کشورهای خارجی را وادار کنه که اول شما به رسمیت بشناسید تا مسئله به اصطلاح آموزش زنان و دختران و مسائل به اصطلاح حکومت فراگیر در افغانستان فراهم گرده. پس بنابراین کدام مقدم میشه بستگی به از نظر نظریه واقع‌گرایی اینه که هر نهادی یا هر طرفی که
توانایی بیشتر داره و در واقع قدرت رابطه‌ای بیشتر داره و میتونه علی رغم میل نهاد دیگر و طرف دیگر او را وادار به انجام کاری کنه، باید منتظر ماند که چی کسی از این زور و از این قدرت خود استفاده میکنه. پس سوال شما در واقع جوابش اینه که واقعا بین مسئله حقوق بشر و مسئله تحصیلی که مثلا الان دختران در افغانستان داره و مسئله رسمیت حکومت طالبان در جامعه جهانی یک نوع رابطه و پیوندی وجود داره، اما کدام جنبه علت داره، کدام جنبه معلول، کدام متغیر مستقل و کدام وابسته، بیشتر بستگی به این داره که توانایی و ظرفیت چی طرف بیشتره. قطعا آمریکا و کشورهای جهانی در این زمینه دست بالاتر داره. الان اونا همه مسائل در مورد افغانستان را گروگان گرفتند بر سر مسئله حقوق بشر و حکومت فرادی. اگر امارت اسلامی موجود به نحوی انعطاف پذیری از خود نشان بده در بحث حقوق بشری، ارزش‌های دموکراتیک، بحث حق تعلیم و تحصیل خانم‌ها و بانوان در این کشور، پس بیشتر بسترساز خود بود این بحث برای برسمت شناختن شدنشان در جامعه جهانی. ولی مشکل اینه که ما هم با گپ ایمان و بحث ایمان در این مقدمه اول گیره که اگر طالبان برسمیت بشناسه، طالبان در واقع یک نهادیه که ما اگر این تحلیل روانشناسانه کنیم با عنوان یک رفتار، رفتارش مبتنی بر باورها و اعتقاداتش هم هست و مبتنی بر موقعیتش هم هست. اعتقاداتی که طالبان هم در گذشته داشته و هم در حال داشته در واقع به یک نحوی، مخصوصا اگر به همه مثلا طیف‌های طالبانی نسبت ندهیم، لااقل بخششان نسبت به مسئله حضور زنان در جامعه و حق تحصیل برای زنان تا حدودی به لحاظ اعتقادی گرایشی مثبت نداره، تمایل نداره. بنابراین اینا نمیپذیرن که بالاخره زنان در جامعه حق تحصیل داشته باشه و خودی حقوق بشر هم از آنجایی که یک پدیده کاملا غربیه، گرچه محتویات آن مربوط به انسان از آن جهت که انسان میشه، ولی چون واضح آن، جعل کننده آن و ایجاد کننده آن کشورهای غربی بوده و جامعه دینی و اسلامی در ایجاد آن نقشی نداشته، طالبان به لحاظ یک مسئله ایدئولوژیک و فکری ایرم قبول نداره. مگر اینکه طالبان در یک موقعیت اضطراری قرار بگیره، مسئله معیشت، مسئله اقتصاد، مسائل امنیتی که سبب شده برای جناب استاد که گذشته از این که ما از دیدگاه ارزش‌های حقوق بشری یا کنوانسیون‌های بین‌المللی نگاه کنیم، بحث تعلیم و تحصیل را می‌بینیم که در متن اسلام، در متن آیات و روایات هم به تفصیل و بحث آموزش و پرورش بسیار تاکید شده. خب در این زمینه چطور؟ اگر ما در امارت اسلامی با روی کردی محض اسلامی هم نگاه کنیم و پیش بریم، باز هم در این زمینه خلاهای وجود داره که ما نتونستیم تا این حال مطابق همین معارف اسلامی یا ارزش‌های اسلامی یا باید‌ها و نبایدهای اسلامی خود ما در واقع زمینه سازی بکنیم. خب این بحث در پلن اول هم با مهمان قبلیمون خانم محمودی که بود گفتیم که در واقع فارغ از مسئله حقوق بشر، نگاه دینی نسبت به مسئله تحصیل زنان مثبته، ولی یک بحث دیگه وجود داره. اجازه بدید درس عمل پایشان بلنگه از چارچوب هرمنوتیکی استفاده کنیم. هرمنوتیک در واقع علم تفسیر متن. فرض کن قرآن شریف و حدیث شریف را که ما داریم یک متن، برداشت یک عالم، یک فقیه و یک دانشمند دینی از این متون، از قرآن و حدیث شریف، بستگی داره به سطح سوادش در جامعه‌ای که زندگی میکنه، علوم دیگری را که چقدر متوجه هست و به اصطلاح در او اشراف داره و مسائل جامعه جهانی، مسائل سیاست و حکومت. لذا برداشتی از متون دینی بعضی وقتها دچار شدت و قبض میشه. یک تعداد خیلی میتونه مسائل موثق و بروز بفهمه، ولی یک تعداد متاسفانه در قالب عموم معیارها و هنجارهای قدیمه میفهمه. به همین خاطر اگر ما مسئله حقوق بشر رو هم به عنوان یک متغیر مستقل بیرونی نادیده بگیریم، اسلام برای زنها حق تحصیل داده، حق مشارکت داده، حق فعالیت اجتماعی داده، شخصیت داده، هویت داده، اما بعضی وقتا برداشتی که از یک گزاره دینی صورت میگیره، بعضی وقتا برداشتی که از یک متون دینی صورت میگیره، متاسفانه برداشتی بروزی نیست و این سبب میشه که بالاخره نسبت به این مسئله تا حدودی ما دچار قبض و بس شویم و همین مثلا تا حدودی ارجاع میده که مثلا بین برادران خود امارت در واقع نوعی دو نگریش و دو تا روی کرد وجود داره نسبت به مسئله حضور زنان در جامعه و عدم حضور زنان در جامعه و این میتونه در واقع به یک نحوی برگردانه که تعدادی ممکنه تا حدودی تفسیر موسع از گزارهای دینی داشته باشه و تعدادی تفسیر بسیار مزیق از گزارهای دینی داشته باشه. بازم برمیگردیم جناب استاد. خانم صبری، نظر شما در این زمینه چیه و در کلیت امر تحلیل و ارزیابی شما از کم و کیفی
تعلیم و تحصیل امروزه در افغانستان چگونه است؟ آیا برای شما رضایت بخش است یا خیر؟ و فکر میکنید که چی عوامل اساسی در این زمینه دخیله؟ با درود سلام خدمت شما مهمان عزیز و بیننده های تلویزیون راه فردا. در رابطه با این موضوع باید یادآوری کنیم که درست است در این برهه زمانی در این شرایط بحرانی ما به تحصیل ما ادامه میتیم، دقیقاً به دانشگاه میریم دوباره، یعنی به تحصیل ما ادامه میتیم و مشکلات فراروی ما فرارای ما است با اون مبارزه میکنیم، ولی این مشکلات دقیقاً طبیعی است که بعضی از پیامدهای منفی روی ذهن و روان ما داره، روی همچنان در نتیجه در رابطه به فعالیت‌های آینده ما داره. اون ایده از بانوان یا دخترانی که از حق تعلیم بازماندن هم زمینه برایشان فراهم بشه. بله دقیقاً، چرا که امو مسئله باز شدن درهای مکاتب یا بسته شدن درهای مکاتب مسئله اصلی و بنیادی است، چرا که اگر ما امروز درهای مکاتب برای دانش آموزان ما بسته است، خب در نتیجه این بیانگر ازی است که درهای مکاتب برای دانش درهای پنتون برای دانشجوها بسته میمانه، چرا که یک فرد که از ابتدایی ترین حق خودش که مو تحصیلات ابتداییش است محروم باشه، معلوم دار است طبیعی است که به تحصیلات بلندتر خود یا تحصیلات عالی خود نمیتونه برسه. ممنون جناب استاد. بدون شک در عصر ارتباطات و اطلاعات یا در عصر جهانی شدن خیلی از مسائل ارزشی با هم گره خورده، یعنی سرنوشتشان در جامعه بین‌الملل و فراتر از جغرافیای سیاسی مباحث مطرح است. حالا اگر یک نیم نگاه بیندازیم به پیوند حقوق بشر و آموزش بانوان، به باره شما بحث حقوق بشری با بحث آموزش بانوان یا تعلیم و تحصیل بانوان و همچنین کم و کیف مشارکت سیاسی بانوان در ساختار سیاسی در یک جغرافیای سیاسی و اینکه چقدر به بحث مشروعیت یا مقبولیت او نظام کمک میکنه، نظرتان چی است و چی پیوند میان اینها میتونه وجود داشته باشه و چقدر میتونه همدیگر رو کمک بکنه؟ ببینید وقتی که ما از وظایف دولت تأمین آزادی و عدالت را در نظر میگیریم، یک مفهومی که از عدالت وجود داره گذاشتن هر چیزی را سر جایش هست و دادن حق هر کسی را به صاحب حق. خب الان ما اگر مثلا زنان را نصف از جامعه میدانیم و زنان را در واقع مادران جامعه میدانیم و زنان را معلمان میدانیم که به صورت خاموش به تربیت اولادای ما مثلا میپردازه، اینا زمانی میتونه در واقع معلمان خوب برای جامعه و مردان ما باشه و به عبارتی اگر یک مرد موفق وجود داره حتما پشت سر از او یک زن موفق وجود داره. اگر میخواهیم مردان موفق را ما در جامعه داشته باشیم باید زنان موفق قبل از او ایجاد شود و تولید شود و در واقع فعالیت کنه و این زمان امکان پذیره که فرصت تحصیل، فرصت تعلیم و فرصت مشارکت در جامعه برای زنان وجود داشته باشد. بحث دادن آزادی، بحث دادن عدالت و مخصوصا مسئله آزادی در بحث مشروعیت تبارز پیدا میکنه. وظیفه دولت وقتی دادن آزادی به مردمش هست، تأمین آزادی برای مردمش هست، یکی از مصادیق آزادی در جامعه حضور زنان در مشارکت سیاسی است. به این معنا که زنان باید در واقع در جامعه سهم داشته باشه، خود را کاندید کند تا کاندید شدن، تا رأی دادن و تا شرکت در امور و مسائل سیاسی و اجتماعی. زمانی که مشارکت در یک جامعه برای همگان صورت میگیره، مخصوصا برای خانما صورت میگیره، مشروعیت نظام سیاسی هم تامین میشه. مشروعیت نظام سیاسی در واقع جزء مؤلفه های امنیت ملیه و به عبارت دیگر امنیت ملی ما در عرصه سیاسی و اجتماعی به این معنای که شهروندان یک جامعه وظیفه خود بدانند آنچه را که حاکمان دستور میده باید اطاعت کنند. این زمان امکان پذیره که در واقع اولا حق تحصیل داشته باشه، اعتقادات و باورها و اندیشه های این مردم رشد کنه و دومی که در جامعه حضور داشته باشه. اگر این حضور صورت گرفت در واقع مشروعیت نظام سیاسی هم تامینه. حالا اگر ما امارت اسلامی رو به عنوان یک متغیر در یک طرف قرار بدیم، مردم رو و مخصوصا دخترها رو در یک طرف دیگه قرار بدیم، یک طرف میشه حاکم، طرف دیگه میشه به اسلام مردم و رعیت.
حاکمان وظیفه خود می دانند که باید دستور بدهند بر اساس گزاره های دینی مثلا مشروعیت حقانیت و مردم وظیفه خود می دانند که باید اطاعت کنه. اینی رابطه را ما میگیم در واقع رابطه ذهنی. زمان رابطه ذهنی ایجاد میشه که تبدیلی به مشروعیت شود که مردم در جامعه حضور داشته باشه و مخصوصا زنان هم حق تحصیل داشته باشه و هم حق مشارکت در قدرت و سیاست داشته باشه. به میزانی که زنان حق تحصیل داره و حق مشارکت داره، در واقع این ذهنیت خیلی به صورت بهتر و قشنگتر شکل میگیره. یعنی مردم احساس میکنه که نظام دینی نظام متعلق به اونها هست، چرا که زمینه تحصیل را برایش فراهم کرده، زمینه آزادی را برایش فراهم کرده. البته این آزادی را که ما میگیم در آزادی دینی هست. یعنی یک توجه باید داشته باشیم که آزادی جزئی کارکرد و کارویژه های دولت غربی و دولت دینی هر دو است. اما یک تفاوتی که بین دولت دینی و دولت غیر دینی در بحث آزادی وجود داره اینه که آزادی در نگاه غربی یک قید داره، یعنی محدود است به حدود دیگران. شما آزاد هستی، من آزاد هستم تا آنجایی که آزادی دیگری رو سلب نکنیم. ولی در نگاه دینی هم این قید محترمه، یعنی قید بیرونی و قید اجتماعی. من آزادم و شما آزادی تا جایی که آزادی دیگران و یک شهروند دیگه به خطر نیفته. ولی یک مسئله دیگه، آزادی دینی کنترلی از درونم داره. یعنی یک سری هنجارها و ارزشهایی در درون وجود داره که ما بر اساس او هنجارها و ارزشها در واقع حتی اگر دولت هم مانع ما نشوه و حتی اگر دولت هم حضور نداشته باشه، ما خود به خود از درون کنترل میشیم و به سمت برخی از مسائل حرکت نمیکنیم. پس منظوری که ما میگیم دولت وظیفه‌اش تامین آزادی و دختران و زنان و همه مردم در جامعه باید آزادی داشته باشه، آزادی در چارچوبه دینی. اینی آزادی در چارچوبه دینی هم خواسته به اصطلاح دولت و حکومت فعلیه و هم خواسته مردمه. و اگر اینی تامین شود، در واقع مشارکت و مشروعیت تامین شده. مشروعیت اگر تامین شد، اقتدار برای نظام سیاسی می ایجاد. دقیقاً. خانم صبری، بدون شک در یک نظام سیاسی برای اینکه به مقبولیت بیشتر برسه و رضایتمندی بیشتر ایجاد بکنه، حتما باید زمینه سازی برای توسعه فرهنگی، برای توسعه سیاسی، برای توسعه اقتصادی در او کشور باید یا در او جغرافیا فراهم بشه. حالا به باور شما چی نسبتی بین همین توسعه سیاسی، فرهنگی و توسعه اقتصادی و همچنین مسائل حقوق بشری و بحث در واقع تعلیم و تحصیل خانم‌ها و یا بانوان وجود دارد؟ هر قدر که یک جامعه با علم و پیشرفته و هنرمند و باسواد داشته باشیم، طبیعی است که یک جامعه استقلال یافته و یعنی حاکمیت در داخل و استقلال عمل در داخل خارج می داشته باشه و همچنان یک فرهنگ پیشرفته و استقلال مستقل می داشته باشه. یعنی و اگر ما این پیشرفت دنیای غرب را و کشورهای غربی را در مقایسه با کشورهای جهان سوم و یا کشورهایی که خود ما در اونجا حضور داریم، این است که در اونجا شرایط تحصیلی به مراتب بهتر از شرایط تحصیلی کشورهای جهان سوم و یا کشورهای ما است. این است که از فرهنگ پیشرفته برخوردار هستن و از نظام‌های سیاسی مقبول برخوردار هستن و یا پیشرفته برخوردار هستن، ولی در کشورهای جهان سوم و یا بخصوص کشور افغانستان به دلیل که جامعه سنتی هستیم و همچنان فرهنگ ما پیشرفته و قابل قبول بر هم افراد جامعه نیست. خب جناب استاد، میریم کم کم به طرف جنبندی. حالا ضمن این که یک فشرده اشاره اگر داشته باشین در مورد تکمیل بحثی که مطرح شد از طرف ایشان، میریم به طرف راهکارهای اساسی که ما با چی راهکارهای در واقع میتونیم چالش ها را به فرصت در جغرافیا تبدیل بکنیم و بتانیم به گونه دست به دست همدیگر بتیم و زمینه سازی بکنیم که همه و همه بالاخره مطابق قوانین و مقررات بین المللی، اسناد بین المللی و قوانین و مقررات داخلی از حق تعلیم و از حق تحصیل برخوردار باشیم و تا اینکه ما برسیم به وضعیت مطلوب و فردای بهتر در این جغرافیای سیاسی که یک از برآیند مطلوبشان در واقع همون بحث توسعه سیاسی اقتصادی و فرهنگی خود. ببینید، اشاره به بحث خانم صبری، وقتی که زمینه تحصیل و
بحث مشارکت در جامعه وجود داره و مسئله حقوق بشر رعایت میشه، خب طبعا این به عنوان یک متغیر مستقل و یک شرایط مطلوب در بحث توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر مثبت داره. توسعه سیاسی به یک معنای عام در نظر گرفته میشه، توسعه فرهنگی، یعنی در هر زمینه رشد صورت بگیره. اما یکی از معانی توسعه سیاسی این است که در یک جامعه مشروعیت وجود داشته باشه، جامعه مدنی وجود داشته باشه، تفکیک قوا وجود داشته باشه و در واقع مشارکت سیاسی وجود داشته باشه. زمانی که ما میاییم بحث را نگاه حقوق بشری میکنیم و مسئله تعلیم و تربیت را به عنوان یک متغیر در نظر میگیریم، طبعا در جامعه توسعه صورت میگیره. توسعه یک معنایش اینه که اولا نظام سیاسی مشروعیت پیدا میکنه، یعنی این به نفع حکومت و حاکمان هم هست، و از طرف دیگه حضور مردم در نهادهای سیاسی سبب میشه که در واقع نهادهای سیاسی به عنوان یک بازو برای نظام سیاسی طرح بریزه، پلان بریزه، خواسته مردم را جمع کنه، تجمع کنه و بعد این را منظم و تدوین شده به دولت تقدیم میکنه و در واقع بازتابی از گفته ها و ایده ها و طرحهای دولت را هم به مردم نمایان میسازه. این میتونه در واقع در دنیای امروز بحث نهادها و احزاب سیاسی در نگاه کارآمدی در واقع یک نوع جور و بازو برای به اصطلاح کارآمدسازی نظام سیاسیه. یعنی اگر ما نظام سیاسی را بخواهیم کارآمد فرض کنیم، به غیر از مؤلفه ها و متغیرهایی که در درون خود نظام تاثیر داره، از بیرون یکی از عواملی که در واقع نظام سیاسی را کارآمد میسازه اینه که جامعه مدنی وجود داشته باشه و احزاب سیاسی وجود داشته باشه. ما احزاب سیاسی و جامعه مدنی در افغانستان نباید به اون شکل قدیمی و سنتی و قبیله‌ایش نگاه کنیم که منازعاتی که در یک جامعه وجود داره خود در قالب مثلا احزاب سیاسی در جامعه نشان بده، نه، بیایم به شکل مدرنش نگاه کنیم تا بالاخره کارآمدی نظام سیاسی ما رو تامین کنه. این یک بحث. بحث دیگه اینه که راهکاری رو که ما اگر ارائه کنیم، خب بالاخره بحث از این راهکارها، خب بالاخره راهکارهای بسیار کلان و عمومیه که ما باید همزمان نهادهای مثل شما و رسانه شما باید از دانشمندان و متخصصین و همچنین نظام سیاسی که بالاخره فعلا در افغانستان وجود داره این راهکارها رو بخواه و به عنوان یک کار تخصصی پیش نگاه شوه. ولی ما میخواییم بگیم که فارغ از مسئله حقوق بشر، ما میتونیم با نگاه دینی این مشکلات و معضلات را حل کنیم. ما در جامعه بیاییم بر اساس اون ارزش های دینی که زن و مرد حق تحصیل داره، برای فرا گرفتن علم و حکمت تا چین را باید سفر کنیم، این نشان میده که چین امروزی میتونه در واقع معادل بحث غرب امروز باشه. یعنی حتی غرب که از نظر ارزش ها و اعتقادات و هنجارها با ما در تعارض و در تضاد قرار داره، اگر ما بخواهیم افغانستان را آباد بسازیم، توسعه امن بسازیم، قوی بسازیم، اول مستلزم اینه که ما نیروی فکری و انسانی و سرمایه انسانی داشته باشیم. این سرمایه انسانی باید در یک جای رشد کنه، ولو در خود غرب، کاری که چین پیش برد. چین مثلا در واقع انقلاب کمونیستی انجام داد و برای جهش به اصطلاح به پیش مسئله فرهنگی خود مجبور شد با غرب تا حدودی آرام برخورد کنه و در واقع بره در غرب تحصیل کنه، تکنولوژی بگیره، امکانات بگیره، سرمایه گذاری کنه در چین و در واقع سرمایه را جذب کنه. الان چین به یک قدرت های کلان جهان تبدیل شده، دومین کشوری مثلا به اصطلاح اقتصادی در جهان و بالاخره این شده. در این صورت الان چین به راحتی میتونه اقتدار خود در برابر آمریکا و کشورهای دیگه به رخ بکشانه. ما اگر میخواهیم افغانستان را آباد بسازیم، بر غیرت افغانیت خود تاکید کنیم و بگوییم ما افغانی هستیم و غیرت داریم، این غیرت زمانی میتونه عملی شود که بالاخره ما نیروی انسانی داشته باشیم. سیاست و حکومت، اداره و بالاخره مدیریت نیرو میخواد، کمک میخواد، موعد میخواد و امید میخواد، و این زمان امکان پذیره که ما در واقع زمینه تحصیل رو هم برای دختران و مردم خود در داخل و هم زمینه حضور اینا رو در خارج فراهم کنیم. و یادمان باشه یک جمله از یکی از علما و بزرگواران دنیای افغانستان آمده گفته که مردم افغانستان باید بفهمند و درک کنند، خیال نکنند که اگر ما دختران را در دانشگاه نگذاشتیم و در مدارس نگذاشتیم که بالاخره جلوی فساد میگیریم. نه، امروز هم تعبیر شما زمان جهانی شدن، دوره جهانی شدن، در شرایط جهانی شدن تمام نهله های فرهنگی غرب و در واقع ابزار و لوازمات تبلیغاتی اونها به خانه ما آمده، به جیب ما آمده. شما اینا رو چیکار میکنی که اگر اومدی مثلا در دانشگاه راه رقمی گرفتی یا مثلا در مدرسه و در مکتب، اینا در خانه ما و در جیب ما، در بستر ما حضور داره. پس هر زمانی که اینا از لحاظ به اصطلاح اعتقادی و از لحاظ تحصیلی شخصیت های کلان شدن، در واقع میتونه به عنوان یک پادزهر کلانی در برابر زهر غرب در واقع مقاومت کنه و استادگی کنه.
بله، سپاس، ممنون از شما جناب استاد رمضان علی فصاحت استاد دانشگاه و همچنین خانم وهلا محمودی و خانم اسما صبری آگاهان علوم سیاسی. ممنون از حضور سبت شما در برنامه استفاده کردیم. تشکر شما لطف دارین و همچنین سپاسگزارم از شما بنده های گرامی و ارجمند که تا این لحظه بیننده آرمان شهر این هفته بودین. تا بحث و برنامه دیگر، بدرود.